درود به همه دوستان خوبم که در تک تک ویدیوها ما را همراهی می کنید و این واقعا باعث افتخاره. در بافت استخوان دو سلول وجود داره. این دو سلول در تمام دوران زندگی شما در حال تجزیه و ساخت استخوان جدید هستند. هر جایی که استخوان ضعیف بشه یا نواحی که آسیب ببینه، سلولی به نام آستوکلاست اون قسمت استخوان رو تجزیه میکنه. و بعد یک سلول دیگه به نام آسته و با موادی مثل کلسیوم قسمت تجزیه شده رو پر میکنه. یعنی در واقع استخانهای جدید می سازه. این عمل در استخانهای یک فرد بزرگ سال سالم هر سه یا چهار ماه یک بار به طور کامل انجام میشه. زمانی که مسنتر میشیم دو سلولی که نام بردم نمیتونن با هم هماهنگ کار کنن یعنی بافت استخوان تجزیه میشه ولی به همون سرعت مجددا پر نمیشه به علاوه با افزایش سن کلسیوم هم دیگه به خوبی جذب بدن نمیشه و این باعث میشه های شما نازکتر کم و ضعیفتر بشه دو نوع پوکی استخوان وجود داره مورد اول پوکی استخوان یایسگی که بیشتر در خانمهای یایسه دیده میشه و نوع دوم پوکی استخوان وابسته به سن در گذشته پوکی استخوان یک بیماری خاموش بود چون علایمش موزیانه و بدون سر و صدا استخوانها را تخریب میکرد و هیچ نشانه هشدار دهندهای هم نداشت و سرانجام استخوان بدون علت خاص و یا با یک حرکت ساده میشکست اما امروزه با استفاده از تکنولوژی های جدید به راحتی میتونیم پوکی استخوان رو در مراحل اولیه و قبل از بروز هر آرزهای تشخیص بدیم و درمانش کنیم تصور بر اینه که آسیب های در سنین بالا اتفاق میافته اما متاسفانه با تقصیه نامناسب و انجام بخی اقدامات نادرست در سنین پایین هم میتونیم به استخوان های خودمون آسیب بزنیم کارهای اشتباه زیادی در پوکی استخوان نقش دارن اما امروز قصد دارم چند تا از ناشناخته ترین مواردی رو نام ببرم که شاید فکرشو نمی کردیم باعث ضربه و پوک شدن بافت استخوان بشه پس با من همراه باشید شماره اول مصرف نمک زیاد و خطر برای استخوان ها هر چقدر نمک بیشتری بخوریم بدن کلسیوم بیشتری از دست میده کلسیوم برای سلامت و تقویت استخوان بسیار مهمه خوراکی های مانند نان پنیر چیفس و برخی گوشت های سرد بیشترین میزان نمک رو دارن لازم نیست نمک رو کاملا از رژیم غذایی خودتون حذف کنید اما بهتر میزان مصرف اون رو به 2300 میلی گرم در روز کاهش بدین اگر به غذای خودتون نمک میزنید و در همان روز از خوراکی های حاوی نمک استفاده کردید، باید بتونید تعادل رو در مصرف نمک ایجاد کنید. شماره دوم، لاغری و پایین بودن بیش از حد وزن و آسیب به استخوان هاست. کم وزن بدن یا شاخص توده بدنی کمتر از نیم خطر بروز شکستگی و پوکی استخوان رو افزایش میده. اگر لاغر هستید، تمرینات قدرتی انجام بدین و اگر لازمه کلسیوم بیشتری به رژیم غذاییتون اضافه کنید. اگر در مورد علت لاغر بودن خودتون مطمئن نیستید، با پزشک مشورت کنید. ممکنه دچار نوعی اختلال خوردن یا مشکل دیگری باشید. که این مسئله توسط پزشک قابل تشخیصه اگر شما غیر اصولی و فقط با کم کردن کالوری و بدون ورزش وزن کم کنید این اقدام شما باعث پوک شدن استخوان هاتون خواهد شد با افزایش سن ازولاد هم رفته رفته تحلیل میرن. در واقع ازولاد از آستخانهای شما حمایت می‌کنند. شماره سوم صرف زمان زیاد در داخل اتاق و خطر پوکی استخوان بدن در زیر نور آفتاب ویتامین دی تولید میکنه تنها 10 تا 15 دقیقه در روز برای بدن کافیه اما بیش از حد نباید زیر نور خورشید بمونید که این کار باعث سرطان پوست میشه. کمبود ویتامین دی باعث میشه کلسیوم که برای استخوان بسیار حیاتیه هم جذب بدن نشه. این ویتامین باعث افزایش قدرت و هماهنگی در عضلات افراد میان سال میشه. در هر فنجان شیر گاو 130 واحد و یا به عبارتی 33 درصد ویتامین دی موجوده بدن یک فرد بزرگسال به حدود 10 میلی گرم یا 2000 واحد از این ویتامین در روز نیاز داره. ماهی سالمون هم یک منبع عالی برای ویتامین دی محسوب میشه چون در هر 100 گرم از این ماهی حدود 361 الی 685 واحد ویتامین دی موجوده. از دیگر منابع خوب ویتامین دی ماهی ساردین، روغن جگر ماهی، میگو، سرده تخم مرغ، قاش، قلات، بلغور جای سر و آب پرتقاله. بنابراین اگر زیاد زیر نور آفتاب قرار نمی گیرید، باید از این منابع غذایی بیشتر استفاده کنید. شماره چهارم نوشیدن زیاد از حد نوشابه ها و سایر نوشیدنی ها. نوشابه های تمدار میتونه به استخوان های شما آسیب بزنه. این پوکی استخوان به دلیل کافئین و فسفر موجود در این نوشیدنی هاست. سایر متخصصین نیز معتقدند که آسیب های استخانی دقیقا زمانی رخ میده که شما نوشابه ها را جایگزین شیر یا سایر نوشیدنی های حاوی کلسیوم می کنید. به علاوه نوشیدنی بیش از حد قهوه یا چای هم میتونه کلسیوم موجود در استخوان های شما را از بین ببره. شماره پنجم آسیب زدن به استخوان ها با خوردن سبوس گندم با شیر. سبوس گندم یکی از غذاهای سالمه اما زمانی که اون رو با شیر میخورید بدن کلسیم کمتری جذب میکنه نگران سایر غذاها مانند نان که ممکنه حاوی سبوس گندم باشه نباشین با این حال اگر خوراکی‌های های سبوسدار زیادی میخورید و در حال مصرف مکمل کلسیم هم هستید بهتر بین مصرف مکمل و سبوس حداقل دو ساعت فاصله باشه سبوز فیبر فراوانی داره و به پیشگیری از چاقی و اضافه وزن کمک میکنه اما مصرف اون در کنار برخی غذاها موجب کاهش جذب برخی مواد مدنی مانند آهن، روی و کلسیوم میشه. شماره ششم نوشیدن الکل زیاد و آسیب به های شما. الکل بر روی جذب کلسیوم توسط بدن تاثیر میذاره. در نتیجه باعث ضعیف شدن ها میشه. همینطور اگر شما دچار شکستگی استخوان بشین مصرف الکل روند بهبودی استخوان شکسته شده رو هم مختل میکنه بر طبق تحقیقات انجمن استخوان در بالتیمور کسانی که دچار شکستگی استخوان شده بودند و زیاد الکل مصرف میکردند کال استخوانی در آنها قدرت کمتری داشت کال یک بافت قزروف ماننده که در اطراف محل شکستگی تشکیل میشه و موجب اتصال دو نقطه شکسته شده میشه همینطور مصرف الکل زیاد به مرور زمان روند استرس اکسیداتیو رو افزایش میده روندی که با ایجاد رادیکال های آزاد و مواد سمی در کارکرد سلولی اختلال ایجاد میکنه شماره هفتم سیگار کشیدن سیگار یک عامل بسیار مهم در ایجاد و تسریع پوکی استخوان در افراد سیگاریه و همینطور افرادی که در مرض دود سیگار هستند دلیل این امر اینه که استعمال سیگار با تغییراتی که در نفوس پذیری فشای سلولی ایجاد میکنه باعث افزایش قلزت کلسیوم خون در بدن و مانع از جذب و زخیر سازی اون در استخانها میشه. نیکوتین و توکسین موجود در سیگار بر میزان هرمون های بدن هم اثر میذاره. به ای که موجب کاهش هرمون های استروژن در زنان و کاهش هرمون تستسترون در مردان میشه. این هرمون ها در تشکیل و استحکام استخوان ها نقش اساسی دارند. شماره هشتم مصرف برخی داروها و ابتلا به پوکی استخوان. برخی داروها به ویژه اگر مدت زیادی اونها را مصرف میکنید میتونن تاثیر منفی بر استخوان های شما داشته باشند. مانند داروهای ضد تشنج و گلوکوکورتیکوئید ها مانند پرتنیزون و کورتیزون. اونها میتونن باعث کاهش تراکم استخوان بشن. گلوکوکورتیکویت ها زمانی برای شما تشویز میشه که به بیماری های مانند آرتریت روماتوئید، لپوس، آسپ و بیماری کرون مبتلا باشید. شماره نهم تماشای زیاد تلویزیون و انجام ندادن ورزش های با وزنه. اگر تماشای طولانی مدت تلویزیون به یک عادت تبدیل بشه، شما دچار کم تحرکی شدید میشید که این میتونه باعث ضعیف شدن استخوان های شما بشه. بازش های با وزن استخوان ها رو تقویت میکنه. اگر پاهای شما بتونه وزن بدن شما را تحمل کنه، این برای اسکلت و استخوان ها مزیت های زیادی داره. تحمل وزن بدن باعث میشه استخوان ها و عضلات بر علیه جاذبه زمین عمل کنند. تامینات با وزنه که به تامینات مقاومتی یا قدرتی معروفه بر استفاده از مقاومت به منظور تحریک انقباض عضلانی متمرکزه. این کار به نوبه خودش موجب شکلگیری قدرت، استقامت بیهوازی و اندازه عضلات اسکلتی میشه. به نهایت از شما سپاسگزاری میکنم که تا انتها با من همراه بودید. لطفا نظرات و سوالات خودتون رو هم در بخش کامنت ها با ما مطرح کنید. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. پرقدرت و شادمان باشید.